خب دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این جلسه به خاطر این تغییراتی که تو سایت داشت ما تصمیم بر این گرفتیم که کلاس رو به شکل آفلاین براتون ضبط بکنیم و جلسه بعدی دوباره کلاس رو به شکل آنلاین ادامه میدیم، به خاطر اینکه والا یه ذره شاید ورود بعضی از بچه‌ها سخت باشه و در واقع بستر سایت خیلی فراهم نبود. خب ما جلسه گذشته در واقع درسنامه پیچ رو شروع کردیم، من یادآوری بکنم بعد بیام سراغ حل این تمرین‌ها و حل تست ها. موضوع اولی که راجبش داریم صحبت میکنیم موضوع بحث محاسبات. ما لوگ 1 تا 10 رو باید حفظ باشیم. لوگ 1 میشه 0، لوگ 2 میشه 3/10، لوگ 3 میشه نیم، لوگ 4 میشه 6/10، لوگ 5 میشه 7/10، لوگ 6 میشه 8/10، لوگ 7 میشه 8.5، لوگ 8 میشه 9/10، لوگ 9 95/10 و لوگ 10 1. لوگ 3 تا 6 رو یادتون باشه که دو رقم اضافه میکنید یه اشار میدید. البته ما یه تقریبایی هم داریم، یعنی مثلا ما لوگ 3 رو که میگیریم نیم، واقعا لوگ 3 48/100. از لوگ 6 به بعد 500/500 رو به اینا اضافه میکنیم. یادتون باشه لوگ ضرب میشه جمع، یعنی آ ضرب بر ب میشه لوگ آ به علاوه لوگ ب، لوگ آ تقسیم بر ب میشه لوگ آ منهای لوگ ب، و لوگ آ به توان ب میشه ب لوگ آ. اگر هم لوگ آ در مبلغ ب باشه تو ب رو به توان سی برسونی میشه آ. خب موضوع دوم محاسبات، تکنیک دوم محاسبات زمانیه که من غلظت دارم میخوام برم پی به دست بیارم، مثلا هاش مثبت دارم میخوام پی اچ رو به دست بیارم، یا او اچ منفی دارم میخوام پی او اچ رو به دست بیارم. ببینید ما وقتی منفی لوگ یه عدد اعشاری رو داریم، چون به زده هاش مثبت یا او اچ منفی عدد کوچیکیه، وقتی منفی لوگ یه عدد اعشاری رو داریم به شکل ریاضی وقتی بخوایم اثبات کنیم، یعنی 2 رو می‌نویسیم در 10 به توان منفی 4 میشه منفی لوگ 2 منهای لوگ 10 به توان منفی 4، منفی 4 میاد پشتش میشه 4 تا لوگ 10، لوگ 10 که 1 میشه 4 منهای لوگ 2. اما ما به جایی که از این بعد اثبات کنیم، وقتی ما منفی لوگ یه عدد اعشاری مواجه هستیم، تعداد رقم اعشار رو ما می‌نویسیم، یعنی مثلا اینجا 2/10000 4 رو می‌نویسم نهاش، لوگ عدد تنها یعنی این عددی که اعشارش رو نداره 2 رو برمی‌دارم ازش کم می‌کنم میشه 4 منهای لوگ 2. ما هم دیگه چند تا مثال اینجا داشتیم، مثلا لوگ 300 دو رقم اعشار داره، لوگ 3 نیمه 2 منهای نیم میشه 1/2، منفی لوگ 1/2 در 10 به توان منفی 2 3 رقم اعشار داره، لوگ 15 رو ازش کم میکنیم لوگ 15 3/5، لوگ 3 نیمه لوگ 5 7/10 1/2 میشه 1/8. منفی لوگ 2/4/10 به توان منفی 3 4 رقم اعشار داره، منهای لوگ 24 4/6 به اضافه میکنیم میشه 6 به اضافه 8/10 میشه 2/6، یا مثلا بگم منفی لوگ 4/9/10 به توان منفی 6 میشه 7 منفی لوگ 49 لوگ 49 7 به توان 2 تا لوگ 7 میشه 2/8/500 که میشه 1/7 که میشه 5/3. موضوع سوم محاسبات ما 10 به توان منفی بود، زمانی که ما پی داریم، مثلا پی اچ رو بهمون میده قرض هاش مثبت رو میخواد، یا پی او اچ رو میده قرض او اچ منفی رو میخواد، یا حالا مثلا پی اچ رو میده او اچ منفی رو میخواد. پس این 10 به توان منفی ما اومدیم گفتیم ببین 10 به توان منفی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بهت میدن، این عدد رو حفظ کن 8 6 5 4 3 2 5 2 1 67 1 25. بعد اومدیم گفتیم ببین اگه تو بخوای اثبات کنی دو مدل اثباتش، یا باید گرد کنی والا یا باید تفکیک کنی. مثلا یه عددی بهت میده 10 به توان منفی 5 و 1، شما گرد میکنی والا میشه 10 به توان منفی 6 / 10 به توان مثبت 9/10 میکنی، این 10 به توان 9/10 مساوی با 8 میشه، میشه 8/10 به توان منفی 6. مثلا وقتی 10 به توان منفی 6 رو داری گردش میکنی والا میشه منفی 7/10 به توان 8/10 میکنی، 10 به توان 8/10 6 میشه 6/10 به توان منفی 7. منفی مثلا 9/3 تو گرد میکنی والا میشه منفی 10/10 به توان 7/10 میکنی، 10 به توان 7/10 5. ممکنه که بپرسه آقا این 10 به توان 7/10 5، 10 به توان 8/10 6، 10 به توان 9/10 8 کجا میاری؟ ببین وقتی من میگم لوگ 8 در مبلغ 10 9/10 پس 10 به توان 9/10 8، لوگ 6 در مبلغ 10 8/10 پس 10 به توان 8/10 6، لوگ 5 در مبلغ 10 7/10 پس 10 به توان 7/10 5. میرسم به مثلا عدد منفی 11/4، ببینید گردش میکنم بالا چقدر گرد کردم بالا 6/10، 10 به توان 6/10 4، چون لوگ 4 در مبلغ 10 6/10، 10 به توان منفی 7 میدونم گردش میکنم بالا 10 به توان منفی 8 ضرب 10 به توان نیم میکنم، لوگ 3 در مبلغ 10 میشه نیم، 10 به توان نیم مساوی با 3 میشه 3 ضرب 10 به توان منفی 8. اما 10 به توان منفی n و 6، یعنی اعشارمون 6 باشه 8 باشه یا 9 باشه، یه ذره داستان فرق میکنه.
ببین نگاه کن چه فرقی میکنه. مثلا 10 به توان منفی 1 و 6 من دارم، گردش که میکنم بالا میشه 10 به توان منفی 2، ضرب 10 به توان 14 هم میکنم. من 10 به توان 14 هم نمیدونم لوگ چه عددی 14 هم. ببین اگه دقت کنی لوگ 2 سدهمه، لوگ 3 نیمه، این وسط ما لوگ عددی رو نداریم که 14 هم باشه. پس مجبوریم بیایم اینو تفکیک کنیم، میگیم 10 به توان منفی 1 ضرب 10 به توان منفی 6 دهم، 10 به توان منفی 1 10 به توان 6 دهم میارم مخرج، خود این 4 میشه 1 4 25 صدم ضرب 10 به توان منفی 1. اگه بخوام به شکل عری رقمی بنویسمش میشه 2.5 ضرب 10 به توان منفی 2. اما دوباره 10 به توان n و 7 مثلا 10 و 7 دهم تو گردش میکنی بالا، 10 به توان منفی 11 ضرب 10 به توان مثبت 3 دهم، این 2 میشه 2 ضرب 10 به توان منفی 11 میشه 2 ضرب 10 به توان n بعلاوه 1. اما واسه مثلا نیا که n 8 و 10 به توان منفی 2 و 8 گرد میکنیم بالا، ضرب 10 به توان مثبت 2 دهم میکنیم، ما لوگ عددی رو نداریم که 2 دهم بشه، تفکیکش میکنیم، 10 به توان منفی 8 رو میاریم پایین، این خودش 6 میشه 1 6 هم 167 هزار هم 1 و 67 ضرب 10 به توان منفی 3. 10 به توان منفی 9 داری، 10 به توان منفی 1 و 9 گردش میکنی بالا، ضرب 10 به توان 1 دهم، باز اینو نداری. یعنی ببین تو اینجا نمیدونی که، شما اینجا نمیدونی که 10 به توان 14 هم، چرا این اینا نمیدونیم؟ چون ما لوگ اعدادی رو نمیدونیم که بشه 14 هم بشه 2 دهم بشه 1 دهم. وقتی نمیدونیم مدل اثباتمون رو عوض میکنیم، اثباتمون تو مشکی ها تفکیک به بالاست، تو سبزا جدا کردنه، 10 به توان منفی 1 10 به توان منفی 9 دهم میفته پایین، این میشه 8 میشه 1 هشتم 125 هزارم 1 و 25. خب من متو توصیه به شما این بود که آقا شما 1 تا 9 و 8 تا 1 و 25 رو حفظ کنید، یعنی یه بار این ستون آبیه رو بنویسید، یه بار ستون قرمز رو جلوش بنویسید که حفظ شد. البته ما دو رقمی هم داریم، مثلا بهمون میگه 10 به توان منفی 2 خون دو رقمی میده، یه بار تو کنکور هم بزن. اینو که تو گرد کنی بالا یا تفکیک کنی بستگی به صورت سوال داره. ببین یعنی چه بستگی به صورت سوال داره؟ اگه من گرد کنم بالا 35 صدمو دارم میبینم، اگه من تفکیک کنم 65 صدمو بعد میبینم. تو بعد بری ببینی تو صورت سوال آیا عددی رو داده که لوگش بشه 35 یا بشه 65، هر کدوم داده بر اساس اون مدل اثبات بعد بری جلو. خب بعد رسیدیم به حل مسئله پی اچ، گفتیم ما 6 تا رابطه داریم، منفی لوگ آش مثبت میشه پی اچ، منفی لوگ اوچ منفی میشه پی او اچ، در واقع نه از غلظت داریم به پی میریم، تکنیک دو محاسباتی میشه. حالا اینا وقتی من میگم مینویسم منفی لوگ آش مثبت میشه پی اچ، 10 به توان منفی پی اچ هم میشه آش مثبت، وقتی من میخوام از پی برم به آش مثبت بعد بذارمش 10 به توان منفی، این ضربرم که میدونم کای دبلیو از خودیونشا به شکل جمع مینویسمش، یعنی منفی لوگ میگیرم از این میشه پی اچ به علاوه پی او اچ، پی کای دبلیو میشه 14. این 6 تا رابطه رو در حالت یه مربعی به نام مربع پی اچ میارم. این مربع 4 تا راست داره، دو تا راستش سمت چپ غلظت، دو تا راست سمت راستش پی. از غلظت ها به پی بخوای بری این قرمز است، منفی لوگ بعد بگیری، یعنی عدد هاش مثبت رو منفی لوگ میگیری میشه پی اچ، عدد او اچ منفی رو منفی لوگ میگیری میشه پی او اچ، از پی ها میخوای برگردی بیای میشه 10 به توان منفی. حالا از پی اچ به پی او اچ میخوای بری جمعش پی کای دبلیو که در دمای 25 درجه 14، از هاش مثبت به اچ منفی میخوای بری ضربش کای دبلیو که در دمای 25 درجه 10 به منفی 14. نه عملا اون 6 تا رابطه در قالب این مربع خلاصه شد. بعد رسیدیم به این تمرینه، اگر در محلولی درصد هاش مثبت 2000 باشد پی اچ آن کدام است؟ خب من مربع رو می نویسم، من غلظت رو دارم، پی رو میخوام به دست بیارم، منفی لوگ بعد بگیرم میشه تکنیک 2 محاسباتی، سه رقم اعشار دارم به نهای لوگ عدده میشه 2.7. بعضی موقع غلظت خود هاش مثبت رو میده پی اون یکی رو میخواد، پی او اچ رو میخواد، من هاش مثبت رو دارم پی او اچ رو میخواد، میتونم بیام پایین یعنی از ضربش او اچ منفی رو پیدا کنم بعد برم منفی لوگ بگیرم، من تو من این مسیر ضربیه رو انتخاب نمی کنم، چرا؟ چون بذاره سخت. پس میام پایین میرم جلو، اینجا ببخشید نمیام پایین میرم جلو، میرم سمت راست، میام پایین از این منفی لوگ میگیرم، دو رقم اعشار لوگ سه نیم میشه یک و نیم، جمع این دو راست باید بشه 14 تو دمای 25. وقتی دما رو بهتون نگه 25، گرچه ما این بالا نوشتیم جمعش باید بشه 14، خب از این میشه 12 و نیم، یک و نیم میشه 12 و نیم. پس ببین مورد الف و ب هر جفتش من هاش مثبت دادم، یکیش پی خودشو خواستم، یکی پی اون یکی رو خواستم، جیم تو و دال
اومدم غلظت OH منفی رو دادم، پی خودش رو خواستم، پی اون یکی رو خواستم. خب وقتی من OH منفی رو دادم 12000، پی OH رو میخوام، دو رقم اشاره رو دارم، من لوگ 12 3 ضرب بر 4 این نیمه، این 6 دهمه، 1.1 دهم میشه 9 دهم. یه زمانی هست من OH منفی رو میدم، پی اون یکی رو میخوام، نقشه رو دوباره مینویسم، لطفا نقشه رو جابجا نکنید، یعنی غلظت رو چپ، پی راست، هاش مثبت بالا، OH منفی پایین. میام OH منفیه، من میتونم برم هاش مثبت بیام پی اچ، میتونم برم پی او اچ بیام پی ا پی اچ. این مسیر ضربیه رو من حتی مقدور استفاده نمی کنم. 1.5 ضرب بر 10 به توان منفی 4 رقم اشاره داره، لوگ 15 رو ازش کم میکنم، لوگ 15 3 ضرب بر 5، لوگ 3 نیم، لوگ 5 7 دهم، جمع میشه 2 دهم، از 4 کم میکنم 2 8 دهم، جمع این دو تا میشه 14، پس میشه 11 و 2. البته گاهی به تو هاش مثبت رو میده، مستقیما OH منفی رو میخواد دیگه، طبیعتا شما از حاصل ضربه بعد استفاده کنید. هاش مثبت رو داری، OH منفی، ضربش بعد میشه 10 به توان منفی 14، پس OH منفی به دست میاد. اما ما و اونونو یوزال پیا رو داریم، یا غلظت خودش رو میخوایم یا غلظت اون یکی رو میخوایم. مثلا ببین پی اچ رو میدم یا هاش مثبت رو میخوام یا OH منفی رو میخوام، پی او اچ رو میدم یا OH منفی رو میخوام یا هاش مثبت رو میخوام. اینجا این تو و او یو نونو یو زال چه حروف الفبای اینا از تکنیک سه بعد استفاده کنید. پی او داری میخوای برگردی بیای به غلظت. الان اینجا پی اچ رو به ما داده، مبدأمون پی اچ، هاش مثبت رو میخوام، برمیگردم میشه 10 به توان این راس به 2 هفته، این راس میشه 10 به توان منفی 2 هفته. خب ما اینجوری که نمیتونیم نگهداریم، هفت میدیدیم چی میذاشتیم؟ دو میذاشتیم زمان ده به توان منفی سه، یا حفظ یا اثبات میکنی، میگی من گرد میکنم بالا میشه ده به توان منفی سه، زبر ده به توان مثبت سه دهم میکنم، ده به توان مثبت سه دهم دوه، چرا؟ چون لوگ دو در مبنای ده سه دهم. تو ما میگیم آقا زیاد دیگه اثبات رو انجام بده دیگه، یاد بمونه دیگه، این هفته رو باید لردشش دو بذاری. پی اچ ده و هشته، میگه OH منفی کدام است؟ خب شما پی اچ 10.8 هم داری، اینجا غلظت اون یکی رو میخواد. میتونی بیای پایین برگردی بیای OH منفی رو حساب کنی، میتونی برگردی بیای هاش مثبت بعد بیای OH منفی. ما مسیر ضربیه رو استفاده نمی کنیم، پس میای میگیم جمع این دو تا راس بعد بشه 14، این 10.8 این 3.2، برمیگردم میشه 10 به توان منفی 3.2، دو میبینم 6 میذارم، ضرب 10 به توان منفی 4. بعد میام سراغ یه پی او اچ دارم، OH منفی رو میخوام، باز فقط یه 10 به توان منفی، 10 به توان منفی 1.9، 9 میبینیم 1.25 میذاریم، زبر 10 به توان منفی 2. چرا؟ تکنیک 3 استفاده میکنیم یا گرد میکنیم، میگیم 10 به توان منفی 2 زبر 10 به توان 1.1، لوگ عدد رو ندارم 1.1، پس میرم تفکیک میکنم، 10 به توان منفی 1، 10 به توان منفی 9، میاد پایین 10 به توان مثبت 9، 1/8 125000، 1.25. بعد دوباره اینجا توی زال پی او اچ رو دارم، هاش مثبت رو میخوام، این نقشه رو مینویسم، یا بعد بیام بالا برگردم یا برم چپ بیام بالا، این مسیر ضربیه رو انتخاب نمی کنم چون شاید سخت‌تر باشه برام. جمع این دو راست بعد بشه 14، این 5 و 6 این میشه 8 و 4، برمیگردم میشه 10 به توان منفی 8 و 4 میشه 4، 4 میلی خودشو میذاشتی دیگه، یه رقم این اضافه میکنیم میشه 4 ضرب بر 10 به توان منفی 9. زال بعضی موقع تیارته، پیه چون بوده پیه چون میخواد یه برعکس، تو باید بدونی جمع اینا میشه 14، از این خیلی راحت. خب حالا یه داستانی هم داشتیم بحث اثر دما. ببین اثر دما خودش رو توی مربع کجا نشون میده؟ زمانی که شما هاش مثبت رو داری میخوای بری OH منفی رو پیدا کنی، یا هاش مثبت داری میخوای بری پی OH رو پیدا کنی، یا پی OH رو داری میخوای بری هاش مثبت رو پیدا کنی. یعنی یه غلظتی رو داری میخوای بری پی مخالفش رو پیدا کنی، یعنی مثلا هاش مثبت میخوای بری پی او اچ، یا پی داری میخوای بری غلظت مخالفش رو پیدا کنی، مثلا پی اچ داری میخوای بری غلظت او اچ منفی. یعنی مادامی که مثلا هاش مثبت دارم میخوام برم پی اچ حساب کنم، یا او اچ منفی دارم میخوام برم پی او اچ حساب کنم، یا پی اچ دارم میخوام هاش مثبت حساب کنم، یا پی او اچ دارم میخوام او اچ منفی حساب کنم، از جنس خودش دما توش تاثیر نداره. وقتی قراره عوض کنی دما تاثیر گذاره، مثلا میگه هاش مثبت 5000 پی او اچ رو در دمای 100 درجه حساب کنه، حتما باید تو دمای جدید به شما مقدار عددی کای دبلیو رو بده، یا حالا یه چیزی بگه کای دبلیو تو بتونی دمای جدید به دست بیاری. این 5000 اول میرم پی اچ رو حساب میکنم، تو این قسمت اصلا دما مهم نیست، سر رقم اشار منهای لوگ 7 میشه 2.3 دهم، اینجاست باش دما مهم نیست. اما چون میخوام برم پایین دیگه جمع این دوتا 14 نیست،
های دبلیو 10 به توان منفی 12 پس پی های دبلیو 12 جمع اینا 12 پس میشه 9 هفته. مثلا نگاه کن او اچ منفی رو بهت داده پی اچ رو میخواد. خود او اچ منفی رو وقتی داری میخوای بری پی او اچ رو حساب کنی دوام مهم نیست، میشه 5 رقم اشاره مدل لوگ 15 که میشه 38. چون میخوای بری بالا جمع این دو تا بعد بشه 4، جمع این دو تا بعد بشه 16. چرا 16؟ چون کای دبلیو 10 به توان منفی 16 پی کای دبلیو میشه 16، پس این میشه 12 و 2. پس دقت کنید وقتی که دارم از این مسیر جمع یا بعضی موقع مسیر ضرب میرم مجبورم دما رو اعمال کنم. مثلا میگه پی اچ 3 و 4 او اچ منفی چقدره؟ خب پی اچ 3 و 4 داریم، میای اینجا، اینجا ببین پی کای دبلیو 13 پس این میشه 9.6. از 9.6 بعد بتونم برم اچ منفی رو حساب کنم. خب قسمت بعدی رسیدیم سراغ محاسبه پی اچ محلول اسید. ما اون مربع رو تمرین کردیم، یعنی ما بلدیم الان آش مثبت رو به پی اچ تبدیل کنیم، او اچ منفی رو به پی او اچ تبدیل کنیم، یا برعکس پی اچ رو به آش مثبت، پی او اچ رو به او اچ منفی، و ایونای متضاد رو به هم دیگه تبدیل کنیم، آش مثبت به پی او اچ یا پی اچ به او اچ منفی. اون مربع رو یاد گرفتیم. حالا استوکیومتری رو میاد قاطی میکنه. یعنی چه استوکیومتری قاطی میکنه؟ خب ببین ما تو استوکیومتری مفهوم پایمون موله، اما همیشه مقدار اسید یا مقدار باز رو که بر حسب مول نمیده، بعضی موقع جرمش رو میده، بعضی موقع تعداد مولکول میده، بعضی موقع اسید به شکل گازه مثل HCl، HF، HBr، HI حجم گاز رو میده. بعد مول باید به مولار تبدیل بشه، یاد باشه مولار به هاش مثبت وصل میشه چون هاش مثبت از جنس غلظته، مولار هم از جنس غلظته، شما مول رو نمیتونی یه ذره به هاش مثبت وصل کنی. مسیر یک تو استوکیومتری برای جرم به جای مولی میشه مول. مسیر دو تعداد به عدد آووگادرو میشه 3. مسیر 3 حجم گاز به حجم مولی میشه 4 میشه مول. مسیر 4 ام ضرب در وی میشه مول. استوکیومتری واسه این خوندی. اما مسیر 5 شما وقتی مولار اسید رو داری ضرب در درجه یونش میکنی میشه هاش مثبت. اینجا شاید بعضیا براشون سوال پیش بیاد آقا اگر اسید ما چند پروتون باشه، مثلا های 3PO4 باشه، هاش 233 باشه، خب مگه دو تا سه تا پروتون نمیده؟ جواب نه. یعنی شما وقتی داری از مولار اسید به هاش مثبت میری فقط ضرب در درجه یونش میکنی. حالا ما که تو دبیرستان نظام جدید فقط اسید تک پروتون دار داریم، ولی من میگم حتی اگر اسید چند پروتون دارم داشتی معمولا از یونش مراحل بعد صرف نظر میکنه. یعنی وقتی من میگم هاش 3PO4 درسته سه تا هیدروژن اسیدی داره، ولی وقتی میندازیش تو آب اون دو تای دیگه اونقدر آزاد نمیشه که تو بخوای در نظر بگیری. البته اینجا ما داستان هاش 2SO4 رو داریم که H2SO4 ماجراش چیه؟ یعنی آیا H2SO4 رو من وقتی میخوام به هاش مثبتش رو تبدیل کنم فقط ضرب در آلفا کنم یا ضرب در یه چیز دیگه ای بکنم؟ پس من اینجا در واقع درس جدید دارم میدم و از طرف دوره دیگه خارج میشه. ببین الان اینجا من میخوام راجع به هاش مثبت در H2SO4 بگم. یه ذره خارج از کتابه، یه ذره، ولی خب علاقه مندان گوش کنن ممکنه سوال بیاد. ببین سوال اونجوری برش به شما اومده بده غلظت ایون هیدرونیوم را در محلول 1/10 مولار H2SO4 محاسبه کنید. خب ببین یه حالتش حالت الف میاد میگه که یونش مرحله دوم را نیست کامل فرض کنید. یه حالت بی داریم میاد به شما میگه درجه یونش H2SO4 منفی برابر با 6 در نظر بگیرید. ببین دو تا حالته. خب وقتی من میگم یونش مرحله دوم رو کامل در نظر بگیری، H2SO4 رو تو کتاب درسی شما واکنش یونشش رو این شکلی نوشته، خود H2SO4 رو، یعنی
اگه بری کتاب درسی نگاه کنی، شیمی 12 صفحه کنم اینجا شماره صفحهش میشه صفحه 23 نگاه کن. هاش 24 که نوشته هاش مثبت به علاوه هاش 24 منفی، یعنی معتقده که تو همینجا متوقف میشه. این چیزی که کتاب درسی نوشته. خب اما تو صفحه 16 کتاب درسی، خب ما تو نظر آرنیوز خوندیم اس او سر که وقتی با آب نوشته، خب ما میدونیم این که نوشته اس او سر که با آب اومده نوشته، بعد نوشته دو تا هاش مثبت به علاوه اس او 4 دو منفی، خب ما میدونیم این اس او سر که تو آب هست هاش 2 اس او 4 میشه. خب الان سوال اینه که تکلیف چیه؟ بالاخره ما هاش 2 اس او 4 رو بگیریم دو تا هاش مثبت به اس او 4 دو منفی، یا هاش 2 اس او 4 رو بگیریم هاش مثبت به هاش 2 اس او 4 منفی. ببین این خب تو کتاب نیست، یعنی اگه به تو اس او سر بدن تکلیف روشنه، بعد این طرف دومو این شکلی بنویسی. خب از نظر علمی شاید برات سوال باشه. ببین واقعیتش از نظر علمی اینه که هاش 2 اس او 4 خیلی جاها یونش هر دو مرحلهشو کامل میگیرن، یا به طور خلاصه اگه بخوام بگم، اگه راجع به هاش 2 اس او 4 هیچ حرفی نزنن، نگری چی، تو باید دو مرحلهشو کامل در نظر بگیری. ولی اگر اومدن اطلاعاتی مثل آلفا یا مثل کایه آ برای هاش اس او 4 منفی دادن، یعنی من در نظرشون اونه که اون هاش اس او 4 منفی یونشش کامل نیست. اما اینم چرا میگم خارج از کتابه؟ به خاطری که در نظام جدید ما نمیخونیم که هاش اس او 4 منفی تو اسید ضعیف ها خیلی قویه. نظام قدیمی ها میخوندن تو اسید ضعیف ها از همه شاگرد اولتر و خفنتر و قویتر هاش اس او 4 منفیه، برای همین چون خیلی یونرژی میزنه، یونش زیاده، بعضی جاها قوی در نظرش میگیره. میدونی یعنی یه بحثیه که بعد طراح تست برای بذاره شفاف صحبت کنه. پس وقتی من میگم یونش محل دوم رو کامل فرض کنید، یعنی شما دوباره باید اینم به این شکل در نظر بگیری. عملا این مرحله یک و مرحله دو رو با هم دیگه جمع کنید، این ساده میشن. یعنی هاش 2 اس او 4 تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به دو تا هاش مثبت به علاوه اس او 4 دو منفی. در این صورت دیگه وقتی شما مولارش رو میخوای به هاش مثبت برسونی، این مولارش که 1/10 ضرب در 2 میکنی. یعنی ببینی ضریب استیکیومتری این ضرب در 2 میشه، پس این میشه 2/10 مولار، چون محل دومشو کامل فرض کرد. حالا تو مورد ب اومده به چی گفته؟ تو مورد ب اومده بهت گفته درجه یونش هاش اس او 4 منفی برابر با 6/10 است. خب دیگه اینجا شما باید معادلات این شکلیه، یعنی هاش 2 اس او 4 تو مرحله اول کامل به یون تبدیل میشه، تو مرحله دوم هاش اس او 4 منفی تعادلی تبدیل میشه، یعنی به طور کامل به یون تبدیل نمیشه. دیگه تو اجازه نداری دو تا رو با هم دیگه جمع کنی. چرا اجازه نداری؟ چون اینجوری نیست که هر چی هاش اس او 4 منفی داشته باشی بیاد تبدیل بشه به هاش مثبت. خب پس اینجا وقتی من 1/10 مولار دارم، چون واکنش کامل، این 1/10 مولاره، اینم 1/10 مولاره. خب این 1/10 مولارش یه درجه یونشی داره که درجه یونشش چقدره؟ درجه یونشش 6/10. این میشه 600 و اینم میشه 600. یعنی عملا غلظت هاش مثبت نهایی مساوی میشه با 16/100 مول بر لیتر. یعنی وقتی من دارم اینجا مولار رو دارم تبدیل میکنم به هاش مثبت، یه جورایی انگار دارم این 1/10 رو ضرب در 1.6 میکنم. میبینی؟ میشه 16/100. پس در مورد داستان هاش 2 اس او 4 قضیه اینطوریه. خلاصه شون من اگه بخوام بگم، اگر از تو غلظت هاش مثبت تو هاش 2 اس او 4 خواست، هیچ اطلاعاتی راجع به هاش اس او 4 منفی بهت نداد. هیچ اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی یا باید بهت درجه یونش بده، یا باید
پایه ها بده. اگه هیچ اطلاعاتی ندار شما زب بره دو کن. اگر بهت اطلاعات داد، مثلا بهت درجونش گفت یا بهت کایا داد، باید تو هاشم مثبت اینو جدا حساب کنی، با اون هاشم مثبتی که از هاش دو سه چهار اومده جمع کنی. البته در مورد درجه یونش کار تستی هم میشه کرد، میتونی بگیم مولار به هاشم مثبت در مورد هاش دو سه چهار، اگر در مورد هاش دو سه چهار منفی درجه یونش بدیم یک و آلفا میکنیم. ببین آلفا چقدر؟ 6 تمام دیگه. در واقع شما زبر 1 و 6 تمام کردید. اینم شما میتونی در نظر داشته باشی. این میشه داستان هاش دو سه چهار. پس مثلا همینه که من اینجا تو جزوه وقتی دارم میام صحبت میکنم راجع به این قسمت، نمیمادم اصلا انروس راجع به صحبت کنم، گفتم آقا کلن اره زد برای آلفا بی. خب آقا تکلیف بقیه اسیدا چی؟ ببین بقیه اسیدا چند پروتونه مثل های سپه و چهار، هاش دو سی و سه، هاش دو اس و سه، اینا همشون اسیدایی که خودشون ضعیفن، یعنی خودش مرحله اولش به زور داره هاش رو مثبت میده، وای به حال مراحل بعدی. پس از مراحل بعدی اساسا صرف نظر میکنیم و ظرفیتش مهم نیست. فقط دقت کنید که من میگم ظرفیتشون مهم نیست، من دارم اون دسته اول صحبت میکنم و دارم پی اچ یه محلول رو میخوام حساب کنم. اگه یه اسید در مقابلش باز قرار بگیره ظرفیت مهمه که من جلوتر بهتون میگم اینو. خب اما بیایم اینجا در واقع برگردیم به ادامه بحثمون. ببین مثلا نگاه کنید تمرینا، من اومدم جرم هاش آی رو دادم پی اچ ازت خواستم، شما در واقع تو این نقشه گرمو داری، میری به مول، میای به مولار، میای به هاش مثلا، میای به پی اچ، به مول تبدیل میکنی، تقسیم بر جرم مولی میکنی، میشه مولش، میشه مولارش، تقسیم بر حجم میکنی، چون درجه یونیتش یکه اسید قوی زب بر یک میکنی و بعد فیلوک میگیری میشه پی اچش. مثلا مولد ب میگه 2 گرم هاش اف داریم در 250 میلی لیتر آب حل میکنیم، اگر درجه یونیتش هاش اف برابر با 1/10 باشه پی اچ محلول کدام است؟ ببین من گرمو دارم، میبرم به مول، میام به مولار، فرق ب با الف رو دقت کنید. خب اینجا شد 1/10 تقسیم بر حجمش کردم شد 4/10 مولار. اینجا دیگه من مولار میخوام با هاش مثبت برم، چون اسیدم ضعیفه نیاز به آلفا دارم، میشه 400 و بعد منفی لوگ میگیرم میشه 2.6/10 میشه 1.4/10. پس یعنی من حواسم باشه این تیکه مولار به هاش مثبت تو اسیدهای قوی، خب مولار با هاش مثبت معادله چون آلفا 1، اما تو اسیدهای ضعیف آلفا رو باید بهتون بده. جیم اگر پی اچ برابر پی اچ محلولی از هاش آی 2 و 3 باشه در 200 میلی لیتر محلول چند مولکول هاش آی حل کردیم. پی اچ وقتی میده از پی اچ ما برمیگردیم، پی اچ 2 و 3 برمیگردم میشه 5/10 به توان منفی 3. از هاش مثبت میخوام برگردم مولار، چون اسیدم قوی آلفا میگه مولارش با هاش مثبتش برابره، از مولار میخوام برم مول زب بر حجم محلول میکنم، بعد میشه 10/10 منفی 3. بعد از مولار میخوام به عدد آووگادرو کنم، مثلا به تعداد برم مثلا عدد آووگادرو میکنم. دال اگر پی اچ از هاش اف مثلا برابر با فلان باشه چند لیتر هاش اف تو شرایط اس تی پی تو 500 میلی گرم حل کردیم، اینجا پی اچ ما 3 و 4 برمیگردم میشه 4/10 منفی 4. اینجا ببین من وقتی مولار به هاش مثبت می‌خواستم برم ضرب در آلفا می‌کردم، می‌خوام برگردم تقسیم بر آلفا بر بکنم، تقسیم بر 2 می‌کنم میشه 2/10 منفی 3، ضرب بر حجم می‌کنم میشه 10/10 منفی 3، ضرب بر 22/4 می‌کنم میشه حجم گاز. اما در مورد بازها نقشه تقریبا مثل اسیداست با دو تا فرق. فرقش چیه؟ فرقش اینه که ببین باز خب طبیعتاً غلظت باز برای ما اوچه منفی تولید میکنه، پس این مربع رو باید بچرخونش، این مولار به اوچه منفی وصل میشه. فرق دومش اینجا مهمه، در مورد بازها شما مولار رو ضرب در آلفا میکنی حتما ضرب در ال هم میکنی. یه چطور ضرب در ال میکنیم اونجا ضرب در ال نمیکردیم؟ ببین واقعیتش اینه که اینگه چرا اینقدر راحت اینجا ضرب در ال میکنیم اونجا ضرب در ال نمیکنیم، به خاطر ساختارشونه. اونجا اسیدا مولکولی هست، یعنی اگه انشون هم 3 باشه 2 باشه تو مرحله بعدی راحت پیونده شکسته نمیشه. اینجا تو جامد یونی هست اسیدا اکثرا بازا، برای همین مثلا من باریم هیدروکسید دارم میشکنه دیگه تو اوچه منفیش آزاد میکنه. میگه اگه ترکیب مولکولی بود چی؟ ببین این اره تعریف دقیقش تو بازا تعداد اوچه منفی که در اثر یونش یه ترکیب ایجاد میشه، چون مثلا ما میگیم اره برای راحتی میگیم اندیس اوچه، ولی خب NH3 یا آمین ها که OH ندارن،
برای همین دریف دقیق این اینه که آقا اگه من یه دونه مولکول آمونیاکم به یون تبدیل بشه، خب یه دونه OH منفی ایجاد میکنه، پس اینش یک. اما تو هیدروکسید فلزی این میشه تعداد OH تو فرمول. خب حالا با مثال بریم، مثلا مولد الف میگه در اثر حل شدن اینقدر گرم باریم هیدروکسید در 500 میلی لیتر پی اچ کدامه؟ خب گرمو داده، پی اچ رو میخواد، گرم به مول میبرم تقسیم بر جای مولیش میکنم میشه 200 تقسیم بر حجم میکنم میشه 400 مولار. باریم هیدروکسید باز قویه دیگه، باز قوی هیدروکسیدهای گروه اولن و سی آب و اس آر بیا از گروه دوم. متا زبر آلفا میکنم، زبر دو بعد بکنم. دو چیه؟ دو همون ظرفیت باز است، میشه 800 منفی لوگ میگیرم میشه 2 منهای لوگ 8.9 و 1.1، جمع این دو تا بعد بشه 14، پس پیش میشه 12.9. مثلا یه سوالی که کاملا سوال ترازه کنه، ب در اثر هر کردن انقدر گرم آمونیاک در انقدر میلی لیتر آب که درس نوش آمونیاک 20 باشه، پیش معلوم کدام است؟ گرم آمونیاک دارم به مولش میرم، به مولارش میرم، تقسیم بر 17 میشه 2، تقسیم بر 8 میشه 1. از مولار به اوش منفی میخوام برم، ظرفیت آمونیاک 1. حالا نه حفظ کنید که سختتون رو میخواید تعداد OH ایجاد شده، آمونیاک و آمین ها اینشون یکه، بقیه بازها وقتی خواستی اینشو پیدا کنی تعداد OH تو فرمولشه. اینجا مولار زبره 0.2 میشه چون درجه یونشش 0.2 دیگه، چون میگه 20% تقسیم بر 100 بعد بشه. حتی یادتون باشه مولار میخواد به OH منفی بدید یا مولار میخواد به OH مثبت بدید، زبر درجه بعد بکنید نه زبر درصد. شبیه همونی که من وقتی میخوام درصد خلوص استفاده کنم از بازده درصدی استفاده کنم و تقسیم بر 100 کنم، میشه 0.2 منفی لوگ میگیرم میشه 1.3 میشه 7، جمعش میشه 14. پس این pH مون میشه چقدر؟ میشه 13.3. اما جیم میگه بند من این باز میشه، جیم میگه که چه تعداد مولکول آمونیاک باید در 400 میلی لیتر آب حل شود تا pH مون 12.3 بشه در شرطی که درجه نشان 10% است. خب ببین من اینجا pH رو دارم، از pH میخوام برم به تعداد مولکول آمونیاک، از pH برمیگردم به pOH، از اون مربع دیگه تیکشو نداشتم، برمیگردم به OH، برمیگردم به مولار، به مول، به تعداد، جمع اینو بعد میشه 14، پس میشه 1.7، برمیگردم میشه 10 به توان منفی 1.7 میشه 2 ضرب بر 10 به توان منفی 2. تقسیم بر آلفا بعد بکنم دیگه اینم 1، تقسیم بر آلفا، تقسیم بر 1.9 میشه 2 ضرب بر اینجا تقسیم بر 1.9 میشه دوباره 2 ضرب بر 10 به توان من درجه یونشش 10 در درصد یونشش، بذار من درستش کنم اینو، درصد یونشش 10% است. بعد اینجا ما نوشتیم 1.9، بعد این میشه 2 ضرب بر 10 به توان منفی 1، چون رقم اصلش میپره. خب بعد ضرب بر 14 میشه 800، یعنی باز میشه 2 رقم 10 زبر از آبوگاد رو میکنم میشه 48.16 زبر 10 به توان 21. و دال اگر پیچ محلولی از متیلامین 12.4 باشه در 500 میلی لیتر آب چند گرم متیلامین حل شده در شرایط آزمایش درصد یونش متیلامین 10% است. خب باز من پیچ رو دارم، گفته 12.4 جمعش میشه 14 میشه 1.6، برمیگردم 10 به توان منفی 6 2.5 زبر 10 به توان منفی 2 تقسیم بر 10% که میشه 1.9 میکنم میشه 2.5 ضرب 10 به توان منفی 1 ضرب بر نیم میکنم میشه 1.25 ضرب بر 10 به توان منفی 1 ضرب بر جای مولیش متیلامین. این آمین رو میخوای بنویسید یادتون باشه آمین ها آمونیاکی هستند که به جای هیدروژنشون گروه کربنی قرار میگیره. وقتی میگه متیل آمین یعنی یه NH3 رو در نظر میگیری، هاشش رو برمیداری یه CH3 میذاری میشه CH3NH2 جای مولیش میشه 31 میشه 1.25 ضرب بر 31 که در واقع 31 تقسیم بر 1.8 میشه دیگه 310 تقسیم بر 8 میشه. خب اما رسیدیم به قسمت در واقع درس جدید، یعنی تمرین جدید دوره کردیم براتون چون لازم بود، چون این پی اچ مطلب خیلی مهمیه. اتفاق خوبم شد این جلسه آفلاین شد به خاطر اینکه من خیلی راحت بدون اینکه خیلی وقفه بیفته تو کلاس میتونستم براتون خیلی راحت دوره کنم، یعنی شاید سبب خیر هم شد این داستان. خب حالا ما اینجا تمرین داریم، تمرین شماره 3.
تمرین سه یه ذره مثلا شاید ملاقات متفاوت تری رسال به تمرین قبلی داشته باشه. میگه در اثر حل کردن اینقدر گرم هاش آی و اینقدر گرم هاش نوسه در 500 میلی لا پی اچ من راسه گلاب است. ببین مورد الف من دارم دو تا اسید رو به تو میدم و پی اچ محلول نهایی رو میخوام. یعنی من اسم این سوال رو میذارم اختلاف. من خیلی مدل ساده شو میذارم. اختلاط وقتی شما پی اچ نهایی رو میخوای از این مربع پی اچ میری این غلظت هاش مثبت نهاییه. غلظت هاش مثبت نهایی چه جوری به دست میاد؟ غلظت هاش مثبت نهایی میشه مول هاش مثبت مثلا اسید شماره 1 به مول هاش مثبت اسید شماره 2 حالا هر چند تا اسیدی که با هم دیگه قاطی کردیم. بعد بریم مولای هاش مثبتش رو مستقلا حساب کنیم. بعد بیایی بگی حجم اسید 1 حجم اسید 2 وصل نقطه. خب این شما اینجوری باید بیایی پی اچ حساب کنیم. خب پس من مجبورم برم مول هاش آیا رو حساب کنم. ببین یادتون باشه همونطور که مولار ضرب در آلفا مساوی میشه با غلظت هاش مثبت مولار یه اسید، مول یه اسید هم شما اگر ضرب در آلفا کنیم میشه مول هاش مثبت. نه همون رابطه که بین مولار ها وجود داره و از آلفا کمک میگیری برای اینکه از مولار به هاش مثبت برسی، همون رابطه هم بین مول ها وجود داره. حالا من اینجا این 2.56 گرم هاش آی رو باید تبدیل کنم به مول هاش آی که جای مولیش هم 128 میشه 200. بعد مول هاش آی رو دارم دیگه نمیخوام برم به مولار. مول هاش آی رو من ضرب در آلفا میکنم میشه 200 به مول میشه مول هاش مثبت. پس مول هاش مثبت در هاش آی شد 200. یه بارم باره نیتریک اسید بعد برم 6.3 گرم نیتریک اسید هاش نوسه میرم به مولش، جرم مولی 63 میشه 1/10. باز برای آلفاش یکی چون با اسید قویه دیگه این میشه 1/10 مول هاش مثبت. میخوام اگه مثلا یکیش اسید ضعیف بود چی؟ خب حتما بهت اگه یکیش اسید ضعیف بود میومد بهت آلفا میداد، تو این تیکه رو میزد برای آلفاش میکرد. بس فرقی نمیکنه میتونه دو تا اسید قوی بده دو تا ضعیف بده یا قوی ضعیف بده. یعنی حالتشو دارم شفاها میگم که دیگه طولانی نشه تمرینم. پس شما همون کاری که با مولار به هاش مثبت میدی با مول هم میتونی بری و تو سوالی که غلظت نهایی میخواد این اختلاطه بعد بریم مولار رو جدا حساب کنیم. پس اینجا صورت کسر ما میشه 2.1 میشه 12. خب اما ببین این دوتا جفتشون گردن میگه گرم دیگه گرم گرده حجمی نداره. پس این حجم نهایی 500 میلیلیتر نیمه. حالا ممکن بود اینجوری بگه، بگه من یه محلولی از یه اسیدی دارم مثلا چه میدونم 2.56 گرم از هاش آی ریختم تو 100 میلی لیتر مثلا آب. بعد از اونور بگه مثلا اینقدر گرم نیتریک اسید ریختم تو 400 میلی لیتر آب، موقع حجم نهاییش میشه 500. پس شما به این تیکاش دیگه اسید بازی نیست، یعنی حجم کل رو بعد حساب کنی، اونجا هم مول کل رو حساب میکنی، اینجا میری غلظت هاش مثبت میشه چقدر؟ میشه 24 سنتی. این میشه 24 سنتی، این میشه 2 منهای لوگ 24، میشه 2 منهای لوگ 4 که 6/10، لوگ 6 هم که 8/10، 1.4 که از اون کم بکنیم میشه چقدر؟ میشه 6/10. این میشه محاسبه پیچ اختلاط. معمولا سوال پیچ اختلاط ریاضی سخت میشه، مثلا اگر پیچ نهایی رو بهتون بده بعد اطلاعات یکی از اینا رو بخواد ریاضی چه ذره سخت. اما مفهومش همینه، یعنی شما هاش مثبت نهایی از اون مثبت. مورد ب من دو تا باز دارم مثال میدارم. 3.42 گرم باریوم هیدروکسید، 3.4 گرم آمونیاک در 200 میلی لیتر آب پی اچ محلول حاصل کدام است؟ درجه نشای آمونیاک هم داره. باز دوباره همین داستان، شما اینجا این نقشه رو داری، این هاش مثبت پی اچ او اچ منفی پی او اچ، شما اینجا غلظت OH منفی نهایی رو میخوای حساب کنی، میری به این و بیا اینجا پیش حساب. حالا غلظت OH منفی نهایی رو چجوری میتونی حساب کنی؟ این رابطه بالا
میری تو هر کدوم از بازها مول و چه منفی رو حساب میکنی در باز شماره یک، به علاوه مول و چه منفی در باز شماره دو، حجم باز یک، حجم باز این حجم باز یک حجم محلول باز یک، حجم محلول باز این حجم کله. حالا بعضی موقع مثل همین سوالی که من دادم اصلا نیومده بگه حجم باز این حجم گفته کلا در 200 میگه، پس این دو دهم تکلیفش روشن. خب من همون داستانی که بین مولا بین مولار باز دارم ضرب در آلفا باز میکنم ضرب در ان باز میکنم میشه غلظت او چه منفی باز، مول باز رو هم میتونم ضرب در آلفا باز کنم ضرب در ان باز کنم بشه مول او چه منفی، پس فرقی باز نمیکنه. حالا من 3.42 گرم باریم هیدروکسید دارم، این 3.42 گرم رو میام به مول باریم هیدروکسید تبدیل میکنم، جرم مولیش 171، این میشه 200. حالا این 200 رو من باید آلفاش که یکشون باز قوی اینش 2 میشه 400، میشه مول اوه چه من. حالا بریم سراغ آمونیاک. سراغ آمونیاک که میخوایم بریم 3.14 گرم آمونیاک رو که داریم میبریمش به مولش، یک تقسیم برای 17 میشه 2. حالا اینجا من مول آمونیاک رو بدارم میخوام برم به مول اوه چه منفی، درجه یونیشش رو به من گفته چقدر 2، من یه درجه یونیشش رو باید ضرب کنم اون تو اینش 1، این هم میشه 400 مول اوه چه منفی، از این 400 مول اوه چه منفی میده اون هم 400 مول اوه چه منفی میده، جمع اینا میشه چقدر، میشه 800 مول اوه چه منفی، 8 به 2 که میشه 4، یه رقم اشارش هم میمونه میشه 14، این 14، این میشه 1 - 6 مساوی میشه با 14، و این میشه چون در حالا 25 درجه 13.6. یعنی من الف و ب سوال اختلاط هم حل کردم، همونطور که میبینید سوالش سخت نیست اختلاط ها، ولی طولانیه اختلاط هم. ما الان فعلا اختلاطی بدون واکنش رو داریم، دوتا اسید دوتا باز، حالا میتونه 3 تا اسید باشه 10 تا اسید باشه، اسید قوی باشه ضعیف باشه، باز قوی باشه باز ضعیف باشه، مهم نیست، مهم الگوریتم حله. بعد مولاشون رو حساب کنی جدا مول هاشون مثبت و هاشون منفیشون رو حجمشون رو جدا حساب کنی تا بتونی غلظت نهایی رو داشته باشی. اما وارد یه تمرین دیگه میشیم، تمرین جیم و دال و واو و ه. اینا مال کجاست؟ اینا واکنش‌های اکسیدهای فلزی نافلزی با آب. در واقع اینا چیزی که من همیشه هر سال پیش بینی میکنم و میکردم که بیاد و بالاخره امسال تو خارج کشورها داره سوال میاد. اینا مربوط به همون صفحه 16 کتاب درسیه که واکنش اکسیدهای نافلزی رو با آب می‌نویسن. ببین یعنی اینجا دیگه صحبت از یه باز یا اسید کلاسیک نکرده، می‌بینی صحبت از اکسید فلزی نافلزی کرده. حالا البته حواست باشه اکسیدهای نافلزی رو یا باید N2O5SO3 بدن ازت معادله، یعنی ازت معادله میخوان تو خودت باید بنویسی، یا میان اکسیدهای نافلزی رو بهت میدن که معادلش هم بهت داده باشه، ولی معمولا همین دو تا رو میدن. اما اکسیدهای فلزی نه، باریم اکسید میتونه بهش بکنه کلسیم اکسید، بکنه استرانسیوم اکسید، الایدو رو میتونه بکنه انادو، همبروش رو میتونه بزنه. اینا مربوط به صفحه 16 مربوط به اینجاست. ببین مربوط به اینه، این صفحه است، این واقعا میتونه سوال بیاد، این بعد این یوناشون رو بشناسی دیگه واکنششو بعد بده. خب ببین اینا رو چه جوری سوال حل کنیم؟ خب شما اینجا مربع پی اچ تو اینا باز دارین، خب تو این سوال هم شما بعد مثلا ببین اینجا رابطه N2O5 رو با مول هاش مثبت بری بنویسی، تو میدونی هر یه دونه N2O5 تو مول هاش مثبت، از کجا میدونی معادلهشو بلدی؟ شما دیگه ننویسید آقا این N2O5 به علاوه هاش دو رو، شما میدونی دو تا هاش مثبت به علاوه دو تا N2O3 منفی، ولی شما حفظی، از خوبه که این دوتا رو حفظ باشید. خب
حالا اندو پنج من 10.8 دهم گرمه. جای مولی 108. من اینجا مول اینو به دست میارم. مولش میشه چقدر؟ میشه 2 دهم. حالا من غلظت هاشم مثبتومی که میخوام این میشه 2 دهم. تقسیم بر حجم محلول دیگه 200 میلی لیتر 2 دهم. پس این میشه 1. پیزه چقدر میشه؟ میشه 0. یعنی عملاً من روش حلم اینه که چیکار کنم؟ روش حلم اینه که برم موله هاش رو مثبت حساب کنم، بعد غلظتش رو حساب کنم، پی اچ رو حساب کنم. خب حالا این یکی میگه در اثر حل کردن 8 گرم سس در 500 میلی لیتر پی اچ رو حل حاصل کنم. باز من نقشه رو میدونم اینه. این نقشه یعنی من غلظت دارم میتونم به پی برم یا پی دارم میتونم به غلظت برم. یعنی با داشتن یکی سه تا دیگری به راحتی به دست میاد. حالا رو عشقش میگه هر کدوم از اینا رو بپرسه. وقتی راجع به یه اسید حرف میزنه میتونه پی اچ بپرسه، پی او اچ بپرسه، هاش مثبت بپرسه، هاش منفی. یعنی کدوم خودش دوست داره. خب باز من اینجا رابطه اس او اس رو با هاش مثبت مینویسم. نسبتش 1:2. این 8 گرمه به 80. اینجا میرم مول اینو به دست میارم. مولش چقدر میشه؟ میشه 2 دهم. حالا غلظت اینو که میخوام حساب کنم میشه 2 دهم تقسیم بر 500 میلی لیتر نیم، میشه 4 دهم. منفی لوگ بگیرم میشه 1.6 دهم که میشه 4 دهم. پس باز موله هاش رو مثبت حساب کردم، بعد غلظت، بعد سوال حل کردم. مورد ای و ب من رو بودم برعکس سوال دادم که از اون وری هم ببینیم اساسش با اینا فرق نمی کنه. اینجا این بار بی آ او رو پرسیده، پی اچ رو داده. خب شما اینجا باز نقشه رو داری، خب نقشه رو داری اینجا به شما پی ام. من چون بازه برعکسش کنم، خب برعکسش کنم همجور میزه. این 13.9. خب این 1 دهمه، این هم میشه 10 به توان منفی 1 دهم، میشه 8 ضرب 10 به توان منفی 1، چون اون 0 دیگه رقم اضافه میشه، غلظت 2 منفی میشه 8 دهم مولار. خب حالا من رابطه باریوم اکسید رو با اوچ منفی، رابطه مولیش رو میدونم. هر یه مول این 2 موله. چرا؟ چون وقتی من میام باریوم اکسید رو مینویسم با هاش دو او میشه بی آی دو مثبت به علاوه 2 اوچ منفی. خب حالا این 8 دهم مولاره رو زد داره حجم محلول میکنم که 400 میلی لیتر تو 400 هست دیگه. از اینجا گرم اینم میخواد دیگه، گرم این اینجا بیام که بیاو هم 153 153. این ایکسمون میشه چقدر؟ ایکسمون میشه 153. ازشم سخت میشه در 100. حالا هر عددی این میشه جرم والیوم چون ما همجور سوپتسش رو ترک کردیم دیگه. این هم آقا معادله شما از من می‌نویسم، ولی باز میگم الان اون زیر می‌نویسم باید حفظ باشید بچه ها. اسپوس هم طبق کتاب دوتا هاش رو مثبت نری تو فاز تحلیل هاش به اسپوس هم بس ببین اینا رو حفظ باشید. واف اگر پیچ الای دو او در آب برابر با 12.5 باشد چند گرم لیتیوم دی اکسید در آب حل شده است؟ الای دو هم جای مولیش 30ه، الای 7 ضرب 2 14 باشه 16 میشه 30. خب باز دوباره من اینجا نقشه رو می‌نویسم. شما اینجا پی اچ تو چقدر داری؟ 12.5. میای اینجا این میشه 1.5، این میشه 10 به توان منفی 1.5، میشه 3 ضرب 10 به توان منفی 2. این 3 ضرب 10 به توان منفی 2 میشه غلظت OH منفی. حالا شما اینجا الای دو رو داری با OH 1:2،
اینجا غیر ذات وجه منفی رو بهت چقدر داده؟ بهت داده 3 ضرب بر 10 به توان منفی 2. در شما حجم آمد بدیم دیگه، مثلا در 100 میلی لیتر آب حل شده است، اینجا هم از اول یه دهم میکنم، میام x به 3. خب اینکه میشه 10 به توان منفی 3 میشه 90 به 2 45 میشه 45. حالا هر عددی که مهم نیست، خب سیستم سوال رو ببینیم. پس تو جیم و دال و هه و وه، این اگر صحبت از اکسید فلزی نافلزی کرد، شما یه تناسب 1:2 هم بین مولا داری، یاد باشه اینو. یعنی شما میتونی با مقدار اکسید فلزی نافلزی مولا هاش مثبت و چه منفی رو پیدا کنی، یا با هاش مثبت و چه منفی با مولاش ها بری مقدار اینا رو حساب کنی. خب ما الان در واقع میشه گفتش که آماده ایم برای اینکه بخوام سواله کنکور رو تو این قسمت، این تو قسمت اول حل کنیم. دسته اول هم سوالای چیه؟ دسته اول هم سوالای فقط راجع به پی اچ یه محلول صحبت میکنه. سعی کنیم سوال کنکور رو حل کنیم. اینا رو که حل کردیم، سعی کنید خودتون یه وقتی بذارید الان حل کنید. هر سوال 2 دقیقه، یعنی مثلا الان این 6 دقیقه، اینم 6 دقیقه، اینم مثلا 2 دقیقه، یعنی چه 14 دقیقه، یه رو بشینید اینا رو حل کنید. بعد از یه رو بالا باشون فیلم وقفه که نداره دیگه، پشت سر همه ما سر کلاس باید من یه رو به شما وقت میدیم، شما بشین رو حل کنی. حالا اونه که حل نکردن، بعد من شروع میکنم براتون حل کردن و ادامه مطلب رو با ثابتی اونش میدم. پس الان بشین حل کنید، ادامه فیلم رو نبینید. خب بریم سراغ حل سوالا. سوال شماره 82. در سوال 82 میگه نسبت غلظت مولی آش مثبت در محلولی با پی اچ فلان. خب من اینجا نسبت غلظت هاش مثبت رو میخوام توی محلولی با پی اچ این نسبت به او اچ منفی. خب من اینجا هاش مثبت این رو میخوام به دست بیارم، پی اچش رو که دارم، پی اچش میشه 4.7، برمیگردم این میشه 10 به توان منفی 4.7. ممکنه بگه چرا تبدیل نمی کنی؟ خب دقت کنی بهتون میگم چرا. حالا بعد یه جا دیگه هم میگه او اچ منفی با پی اچ فلان، اینجا پی اچ رو دارم، میرم به پی او اچ، میام به او اچ منفی، پی اچمون 11.3، پی او اچمون 2.7، این میشه 10 به توان منفی 2.7، میشه 2 ضرب بر 10 به توان منفی 3. اینجا بذارم تبدیلش رو بنویسم، 2 ضرب بر 10 به توان منفی 5. خب به من دو مدل میتونم بنویسم، یا اینجوری بنویسم یا اینجوری بنویسم. ظاهرا یعنی تو خیلی از سوالا فرق نمیکنه. خب این جوابش میشه 10 به توان منفی 2، این جوابش میشه 10 به توان منفی 2، پس جواب گزینه شماره 1. اما ببینید بچه‌ها، بعضی موقع ها جواب این دو تا با هم دیگه فرق میکنه و اتفاقا این دقیق تره. میدونی چرا؟ ببین من تو اینجا هیچ دستکاری فعلا نکردم. کلا اون مسیری که شما منفی لوگ میگیری یا 10 به توان منفیشون داری از لوگ 1 تا 10 استفاده میکنی و اون لوگ 1 تا 10 تو خودش تقریب داره. مثلا ما لوگ 3 اون میگیریم نیم، درصدی که لوگ 3 48 من لوگ 6 رو میگیرم 8 دهم، درصدی که 78 صدمه. احتمالی که من تبدیل کنم بعد ساده کنم اختلاف داشته باشه با اینکه ساده کنم وجود داره. من خودم تست آزمون آزمایشی دیدم که فرقش تو گزینه ها بوده. پس شما اینجور موقع که نسبت میخواد اول ساده کنید تا بعد اگه مجبور شدید آخرش تبدیل کنید. پس دقت کنید تبدیل کردن 10 به توان منفی رو بذارید محل آخر. سوال 83. سوال 83 تست ریاضی 1401 که در صورت سوال اومده به ما جرم باریوم هیدروکسید رو بر حسب میلی گرم داده و از ما پی اچ رو خواسته. خب یه نقشه خیلی واضحه دیگه، من از گرم باریوم هیدروکسید میرم به مول باریوم هیدروکسید طبق نقشه باز، از مول باریوم هیدروکسید میام به مولار باریوم هیدروکسید، از مولارش میرم به غلظت او اچ منفیش، میرم به پی او اچش، میام به پی اچش. خب من اینجا اینو دارم 427.5
میلی گرم، پس گرمش میشه ضرب بر 10 به توان منفی 3. جرم مولیش میشه 171. ببین آقا جون، این باریوم هیدروکسید خیلی بازه معروفیه. این 171 ضرب بر 2 اگه بکنی میشه 342. ضرب بر 3 بکنی میشه 470، ضرب بر 3 میشه 510 دیگه. میشه 513. این ضرب در 2.5 هم میشه 427.5. مثلا از این ورش هم مثلا 107 تقسیم بر 2 میشه 85 دیگه، 85.5 هم مثلا. این مضاربش رو بلد باشید بهتون کمک میکنه. یعنی مثلا من اینجا میدونم این به این میشه 2.5، 2.5 ضرب بر 10 به توان منفی 3. بعد من تقسیم بر حجم محلولش میکنم. چون ببین دقت کنید، میگه پی اچ این محلول، چون دوتا حجم داریم دقت کن واسه کدوم حجم رو میخواد، میشه 250 میلی تقسیم بر 1 به روی 25. خب این میشه 10 به توان منفی 2. آلفا 1 ولی انمون 2، میشه 2 ضرب بر 10 به توان منفی 2. منفی لوگ میگیریم میشه 2 منهای 3، میشه 1.7 هم میشه 12.3. پس یا گزینه 3 میشه یا گزینه 1 میشه. حالا در ادامه داستان میگه 150 میلیلیتر از آن در واکنش کامل با فسفوریک اسید چند میلی گرم فراورده نامحلول در آب تشکیل میدهد. ببین ادامهش، خب تو یه معادله واکنش داری، حتی این خونسا شدن اینا نیست، یه سوال استوکیومتری، یعنی شما در واقع مقدار باریوم هیدروکسید رو داری، حالا میخوای بری مقدار رسوبش رو که خودش هم گفته معادله چیه، رسوب کیه رو به دست بیاری. دقت هم بکنید، شما وقتی اس رو سمت فراورده ها دارید و کنارش ال یا ایکیو داری، این اس به معنی فقط جامد نیست، این به معنی رسوبه. شما اس در نماد شیمیایی واکنش ها، اسی که سمت فراورده ها تو محیط محلول آبی داری، یعنی رسوب دیگه. خب اینجا من با جابجایی اندیس عنصر آغازگر هم میرم، حتی اینجا یون آغازگره، 3:1 باریوم رو جابجا میکنم، پس معادله هم نمیشونم کامل موازنه کنم. منتها ماجرایی که وجود داره اینجا اینه که من الان اینجا چی بذارم، چون اینجا خاله من ایکسشو میخوام به جرم مولیش، باریوم فسفات، بیاسه پی او 4 دو مرتبه میشه 3 تا جرمولی 137 به اضافه 2 تا 95 تا، این که میشه 190، این که میشه 390 با 21 میشه 411، با هم دیگه جمع بکنیم میشه 601. این جرمولی 601. سوال اینه که من اینجا مول باریوم هیدروکسید رو چی باید بذارم. خب ببین، چون دوتا حجم داریم یه ذره دقت کنی، جدیدنم اون فازو دارن کلن تو تستا. من یه دونه 250 میلیلیتری دارم که این غلظت مولارش شده 10 به توان منفی 2. میام ازش یه لیوان ور میدارم 150 میلیلیتر. من میدونم وقتی من یه لیوان از یه ظرفی وردارم تو محلول، من اینو مستقلا بهتون خواهم گفتا، ولی الان علل حساب آقا اینم مولارش همون 10 به توان منفی 2 دیگه. برای اینکه بخوای یاد بمونه کلا این داستان یه محلول درست کردن، یه لیوان ازش ورداشتن یاد باشه. مثالش مثل این میمونه که شما شربت درست میکنی، یه لیوان ازش ور میداری، مزدش عوض نمیشه، مزده میشه غلظت. پس غلظت در این دوتا ثابت. پس من اگر بخوام بدونم این 150 میلی لیتر چه غلظتی داره که بتونم مولش رو حساب کنم، کافیه بیام از غلظت اولی استفاده کنم. یعنی اینجایی میشه 10 به توان منفی 2 ضرب در 1500. خب اینجا ایکسمون میشه چی؟ ایکسمون میشه 601 ضرب در 5، 5 که 1/2 میشه 305. جواب گزینه شماره 1. یه نکته رو بچه بهتون بگم. ببینید شما بعضی ممکنه بگه خب آقای اسماعیلی تو ما بیمومعیز بی صرف یاد دادی، من نمیتونستم اینجا ممعیزه رو بیخیالشم. نه ببین، مادامی که شما داری حرکت میکنی و میری به منفی لوگ، چون اینجا اعشار مهمه، تمام اعشار رو تو مراحل قبلی برای ما اهمیت داره. وقتی من دارم میرم به سمت مربع پی اچ، تو این مربع پی اچ چون من منفی لوگ دارم و ده به توان منفی دارم،
صفر ممیز اهمیت داره، نمیتونی بی ممیز بی صفر بری. برم سراغ سوال شماره 84. خب در سوال 84 به من چی میگه؟ به من میگه که محلول اسید ضعیف هاش آ رو داریم و هاش دی رو داریم با درصد یونش و فلان و فلان، نسبت هاش مثبت به این. ببین این کروشه که شما میبینی این یعنی غلظت مولار، این کروشه که شما میبینی این یعنی مولار. این که میگه پیش از یونش میشه اون امه. من میدونی که توی این مسائل یه ام دارم یه ام منها ایکس دارم دوست خطیاته، اون امه میشه غلظت قبل از یونش. هر موقع هم هیچی نگه میشه همون غلظت قبل از یونش. حالا اینجا خیلی دیگه رو طرح محترمی بوده گفته پیش از یونش، پس عملا مولار هاش دی رو من میخوام به مولار هاش آ رو میخوام. خب من این رو میتونم بر حسب غلظت هاش رو مثبتش بنویسم، غلظت هاش رو مثبت هاش دی به آلفای هاش دی به غلظت هاش مثبت هاش آ به آلفای هاش آ. خب صورت سوال گفته که اینا پی ایچشون با هم دیگه برابره. وقتی پی ایچشون با هم دیگه برابره یعنی غلظت هاش مثبت در هاش دی با غلظت هاش مثبت در هاش آ با هم دیگه برابره. اینو اینو این با هم دیگه میرن پس میشه اینو این البته آه. این و این میشه معکوس آلفا هاشون. حالا این آلفا رو یا جفتشو بر حسب درجه بنویس یا جفتشو بر حسب درصد بنویس. در حسب درصد بنویسم این 12 این 2.5 میشه 12 به 25، 25 یه چهارمه دیگه. تو عالم بی ممیز بی صفر میشه 48. میگه آقا تو که گفتی نمیتونیم بی ممیز بی صفر بریم، گفتم تو اسید و باز نمیتونیم، گفتم مادامی که میخوایم بریم تو مربع پی اچ نمیتونیم، اینجا که صرفی مربع پی اچ نداره. پس جواب یا گزینه شماره 1 یا گزینه شماره 2. حالا اومده هاش مثبت و این هاش آ اینو به ما داده، یعنی باز مولار هاش آ رو به شما یه عدد معرفی کرده، گفته پی اچ هاش آ رو به دست بیار که مربوط به پی اچ هاش دی هم است. اینکه میگه پی اچ محلول دو اسید کدام است، جمعش رو مد نظرش نیست ها، پی اچی که مربوط به دو اسیده. خب من اینجا از مولار هاش آ باید برم به چی؟ باید برم به غلظت هاش مثبتش، بعد برم به پی اچ هاش آ که از قضا با پی اچ هاش دی برابره. غلظت مولار هاش آ رو گفته 5000 ضرب در درصد یونش تقسیم بر صدش 12/100، یعنی 12 ضرب بر 10 به توان منفی 2. الان ببین 12 ضرب بر 5 میشه 60، 5 رقم اعشار داره میشه 6 ضرب بر 10 به توان منفی 4. حالا من اینجا منفی لوگ میگیرم، منفی لوگ بگیرم میشه 4 منهای 8 میشه چقدر؟ میشه 3/2. ببین من جواب 3/2 رو تو گزینه نمیبینم دقیق، 3/22 میبینم. چرا اینطوریه؟ منم چرا تو جدن تو رشته ریاضی این کار رو نمیکنن؟ لوگ 6 78/100، ما لوگ 6 رو تقریبا میگیم 8/9. ولی خب بگه دیگه، ولی الان میشه در آوردم میشه فهمید که این جواب گزینه شماره 1. خب بریم سراغ سوال شماره 85. اسیدهای ضعیف هاش آ و هاش دی رو ما در دو ظرف جداگانه با غلظت مولی آغازی یعنی مولار هاش آ با مولار این مولی آغازی میشه هم مولار به ترتیب دارای درصد یونش 8%، یعنی آلفای هاش آ میشه 800، آلفای هاش دی میشه 3/2 ضرب بر 10 به توان منفی 2. ما درجه رو باید استفاده کنیم دیگه. نسبت هاش سوی مثبت در محلول هاش آ به هاش سوی مثبت در محلول هاش دی، هاش مثبت در محلول هاش آ به هاش مثبت در محلول هاش دی میشه مولار هاش آ ضرب در آلفای هاش آ مولار هاش دی ضرب در آلفای هاش دی. نسبت غلظت مولاراش که با هم میره چون یک، آلفای هاش آ چقدره؟ 800، آلفای هاش دی چقدره؟ 3/2 ضرب در 10 به توان منفی 2. خب میشه 1/4، این میشه 25،
یعنی جواب یا گزینه یک یا گزینه دو میشه بخش اول. حالا این بخش اول میگه اگر پیچ محلول اسید هاش آ برابر با 4 باشد، پیچ محلول اسید هاش دی چند برابره؟ اینجا ببینید یه ذره قصه گفته. این پیچ محلول اسید هاش آ 4 باشه، تو میتونی بری از پیچ محلول اسید هاش آ مولارشو به دست بیاری، چون مولارش هم با هاش دی برابره میتونی بری پیچ هاش دی هم به دست بیاری و ببینی چند برابر پیچ اینه. یعنی یه ذره چند تا سوال تو هم دیگه پرسیده. پس ما تو قدم اول اینجا میام چیکار میکنیم؟ میام میگیم آقا پیچ اسید هاش آ برابر با 4ه. وقتی پیچ هاش آ 4ه، غلظت هاش مثبتش میشه 10^-4. غلظت هاش مثبتش که 10^-4 باشه، من میتونم مولار هاش آ رو حساب کنم. وقتی من از مولار به هاش مثبت میخوام برم، ضرب در آلفا میکنم. پس وقتی میخوام برگردم، تقسیم برای آلفا میکنم. خب آلفا من اینجا چقدره؟ آلفا من در مورد آ 8% دیگه. پس من در واقع ضرب در 1/8 ضرب در 10^-2 میکنم، که این میشه چقدر؟ میشه 1/8 ضرب در 10^-2. خب پس من ببین پیچش رو دارم، هاش آ رو به من گفته 4، 10^-4 تقسیم بر درصد یونش هاش آ میکنم، چون مولار میخوام برم ضرب میکنم، از هاش مثبت میخوام بگم تقسیم میکنم، چی 8^-2. حالا من میدونم این وسط، خود یارو میگه مولار هاش آ با مولار هاش دی برابره. پس شما اینجا وقتی میخوای بری از مولار هاش دی میتونی به راحتی بری به پیچش. این 1/8 ضرب در 10^-2. 3/2 اینجا ما باید ضرب در 3/2 ضرب در 10^-2 کنم، که این میشه 4 ضرب در 10^-5 منفی لوگ من میگیرم، میشه 5^-6 میشه 4/4. پس من پیچ هاش دی رو به دست آوردم. پس ببین این قسمت 1 بود، اینو میدونستم، قسمت 2 این شد. حالا قسمت 3 من باید اینجا برم پیچ محلول 2/10 مولار پتاسیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید میرم به چی؟ میرم به غلظت OH منفیش، میرم به pOHش، میام به pHش. خب مولار این چقدره؟ 2/10 مولاره، ضرب در 1 میکنم میشه 2/10، منفی لوگ میگیرم میشه 1^-3 میشه 7/10، این میشه چقدر؟ میشه 13/3. این هم شد 3/4. بر چی کار کنم؟ خواسته یارو یه پیچ این اسیده، پیچ اسیده هاش دیه که 4/14 به پیچ این بازه که 13/3. اینجا که دیگه کاری نداره، یا جوابت 33/100 یا جوابت 6/28. خب این کوچیکتر از اینکه جواب میشه گزینه شماره 1. ببین حالا من اینا رو که حل کردم 1, 2, 3, 4 رو، بخاطر اینکه تمرین کنید که پیچ حساب کنید. ولی ببین وقتی بهت میگم گزینه ها رو نگاه کن، واسه اینه که تو یهو سر جلسه این 1, 2, 3, 4 قبول داری حداقل ازت یه دقیقه و نیم وقت میگیره دیگه. ببین چه سوال چرتی پرسیده. میگه پیچ یه اسید نسبتش به پیچ یه باز، مگه پیچ اسید کمتر از 7 نیست؟ مگه پیچ باز بیشتر از 7 نیست؟ پس این کلن بعد از 1 کوچیکتر باشه. پس این رد این میشه، حل نداره که. پس این تیکه آخرش رو درست بخون، گزینه رو نگاه کنین، 1, 2, 3, 4 رو انجام ند. سوال شماره 86، کدام مطلب نادرست است؟ درصد یونش اسید ضعیف هاش آب با افزایش درصد آن در هم کاهش. بله ما میدونیم درصد یونش و درجه یونش با غلظت مولار رابطه عکس داره، حتما باید اسید چی باشه؟ اسید باید ضعیف باشه. اگر اسید قوی باشه، درصد یا درجه یونش ربطی به مولارش نداره. پس اینجا من بگم درصد اسیده، این واژه چی مهمه؟ اسید ضعیف با افزایش غلظت در آب کاهش می‌یابد، درست.
غلظت واحد منفی در یک اسید ضعیف میتونه برابر با هاش مثبت توی یک باز ضعیف باشه. بله، مثلا توی اسید ضعیف که غلظت هاش مثبتش برابر با 10 به توان منفی 2ه، اوچ منفیش میشه 10 به توان منفی 12. حالا توی باز ضعیف که غلظت اوچ منفیش مثلا 10 به توان منفی 2ه، این هاش مثبتش میتونه بشه 10 به توان منفی 12. اشکال نداره، کاملا درست. اگر درصد یونش باز بسیار قویه، ها این درصد یونش باز بسیار قوی یعنی 1 2 برابر درصد یونش این باشه، یعنی آلفای هاش ایکس برابر با نیمه، پی اچ محلول یه مولارش برابر با 3. خب مولارش میره به هاش مثبتش، میره به پی اچش، مولارش برابر با 1، این نیمه، این میشه نیم، منهای لوگ میکنیم میشه 1 منهای 7 هم میشه 3 هم. پس پی اچ محلول یه مولارش که نمیتونه باشه 3 دهمه، جواب گزینه 3. گزینه 4 میگه اگر برای محلول 3 مولار اسید پی اچ در گستره 0 تا 7 قرار گیرد، آن اسید از هیدروبرومیک اسید ضعیف‌تر است. خب ببین، شما یه محلول 3 مولار داری، میخوای بری به هاش مثبت، هاش مثبت هم بری به پی اچ. اگر هیدروبرومیک اسید باشه، این سه مولارش آلفاش 1، این میشه 3، این میشه منفی لوگ، این میشه منفی نیم. یعنی اگر قرار باشه آلفاش 1 باشه، یعنی اگر اسید قوی باشه، پیچش باید منفی بشه. حالا که سه مولارش پیچش منفی نشده، در گستره 0 تا 7 قرار گرفته، یعنی حتما آلفاش بین 0 تا 1. خب آلفای 0 تا 1 مربوط به اسید ضعیفه و هیدروبرومیک اسید جزء اسیدهای قویه، پس حتما آن اسید از هیدروبرومیک اسید ضعیف تر است، چون این جزء قوی است و اون آلفاش به نسبتی که جزء اسیدهای ضعیف محسوب میشه. خب بریم تست شماره 87 تجربی داخل 1400. اگر در دمای اتاق پی اچ محلول هاش با درجه یونش 1/10 برابر با 2، پی اچ محلول هاش تی با درجه یونش 2/10 برابر با 3 باشه، نسبت غلظت مولار اولیه، یعنی این ام رو میخواد، ام هاش آ رو میخواد به ام هاش دی رو میخواد. خب مولار هاش آ به مولار هاش دی، پی اچ رو به من دادن. خب من پی اچ هاش آ رو دارم 2، میرم به هاش مثبتش، بعد میام به مولارش، این میشه 10 به توان منفی 2 تقسیم بر 1/10، چون در جونش مخرج میفته، این میشه 10 به توان منفی 1. مولار بی هم میخوام، بی ندی، پی اچشو چقدر دارم؟ پی اچشو دارم 3، برمیگردم به هاش مثبتش، میشه 10 به توان منفی 3. تقسیم بر چی میکنم؟ تقسیم بر 2/10 میکنم. خب این میشه چی؟ 2/10 میاد بالا، میشه 5 دیگه، میشه 5 ضرب بر 10 به توان منفی 3. خب الان این 10 به توان منفی 1، این هم 5 ضرب بر 10 به توان منفی 3، 100 به 5 میشه، میشه 20. خب آقا یه سوالی اینجا ببین، نه نگم هیچ، بدتر میشه، از این کاراشو نکنید، شما بهتر بلش کن. در حال تعادل غلظت مولار یون هیدروکسید، خیلی ببینین و میپرسن ها، میاد غلظت یونی رو میپرسه که مثلا بازه ولی تو این اسیده، چند برابر غلظت مولار این یون در محلول هاش دیه. دقت کنید همیشه به ادبیاتو، یعنی غلظت اوچ منفی رو در هاش آ به غلظت اوچ منفی در هاش دی میخواد. اوچ منفی در هاش آ میشه کای دبلیو، کای دبلیو به هاش مثبت در هاش آ، این میشه کای دبلیو به هاش مثبت در هاش دی. خب این کای دبلیو با هم دیگه میره میشه برعکس غلظت هاش مثبتش. البته من میدونم خیلی از شماها اینو بلدید، یعنی نیاز به که حالا من اینو بنویسم نیست، میگه نسبت غلظت های اوچ منفی ها میشه برعکس هاش مثبت، چون حاصل ضربشون کای دبلیو دیگه. خب حالا میگه که این چند برابر اونه؟ خب هاش مثبت رو ما در هاش دی
حساب کردیم 10 به توان منفی 3 اونم که 10 به توان منفی 2 میشه 1/10. نسبت هیدروکسید چند برابر این ایون در اینه؟ اینو می نویسم کای دبلیو به این، بعد اینو ما هم ساده میشه، میشه مولار هاشتی میشه قرزده هاش مثبت هاشتی به این که میشه 10 به توان منفی 10 به توان منفی 2 میشه 1/10. جواب میشه گزینه شماره 1. اما بیایم سراغ سوال ریاضی خارج 1401، همون که ما پیش بینی می‌کردیم. چی رو پیش بینی می‌کردیم؟ واکنش اکسید نافلزی. ببین اینجا همینو گفته. بر پای نظر آرینیوس در واقع واکنش همون صفحه 16. خواص فراورده‌های واکنش لیتیوم اکسید بافت مشابه فراورده کدوم اکسید باف است؟ خب اکسید فلزی بعد باشه دیگه. یعنی یا سیاهه یا کادوه، چون این اکسیدهای نافلزی هستند. اکسیدهای نافلزی خاصیت چی دارن؟ خاصیت اسیدی دارن. این اکسید نافلزیه، خاصیت چی داره؟ خاصیت اسیدی داره. البته Cl2O5 کتاب درسی به شما واکنششو نداده، ولی من تو اونجا نوشتم اگه یادتون باشه تو قسمت آرینیوس. بنش کاری نداریم. یا گزینه 2 یا گزینه 3. میگه که حالا میگه که چند میلی گرم از لیتیوم اکسید در آب مقطر حل بشه. تو حجم پایینش هم که 2.5 تا پی اچ نسبت به آغازی فلانش. ببین آقا بگی که پی اچ آغاز اینو بدین زره اینجا هندی بازی در آورده. پی اچ آب رو نسبت به مقدار آغازیش، خب تو آب قرار حل بشه دیگه. پی اچ آغازی آب چقدره؟ 7. 50% تغییر بده یعنی دلتای پی اچ بعد باشه 3.5. حالا یه سوالی، پی اچ اولیه که 7 50% تغییر میکنه، پی اچ ثانویه 3.5 بعد باشه، کم کنم یا پی اچ ثانویه رو باید به علاوه 3.5 کنم؟ آقا بدیهیه دیگه، ما الان در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد باز داریم صحبت میکنیم، پس این درسته. یعنی الایدو پی اچ رو میبره بالا، پس اینو حواست بد باشه که دلتا پی اچ رو در آوردی 3.5. اینا هندی بازی در آورده، اصلا نکته خاص شیمیه، فکر چیز خاصی نیستا. به جای که بیاد مثلا بگه پی اچ نهایی 10.5 قصه گفته. خب ما الان چه سوالی داریم؟ بله ما الان یه پی اچ داریم، میریم به پی او اچ، میایم به او اچ منفی، بعد میریم مول او اچ منفی رو به دست میاریم. پی اچ مون 10.5، پی او اچ مون میشه 3.5، این میشه 10 به توان منفی 3.5، میشه 3 ضرب بر 10 به توان منفی 4. پس من اینجا رابطه الایدو رو با او اچ منفی می‌نویسم. دقت کن معادله رو نداده، 1/2 رو ما باید حفظ باشم. این 3 ضرب بر 10 به توان منفی 4 رو مولارش دیگه، حجم محلول پایانی هم چقدر؟ 2.5. 3 ضرب بر 2.5 بعد بکنم، اینجا هم x تقسیم بر چیه؟ x تقسیم بر 3. اینجا ببین که دیگه من مربع پی اچ ندارم، میتونم بی مبایز بی صفرم. ایکس مساوی میشه با 3 ضرب بر 3 ضرب در 25 تقسیم بر 2. خب حالا این میشه 25، میشه 1/4 دیگه، میشه 9 تقسیم بر 8. 9 تقسیم بر 8 هم میشه، میشه مثلا 1.125 دیگه. پس جواب گزینه شماره چنده؟ گزینه شماره 2. ببین این همون شبیه اون تمرینه بود که ما عمل کردیم. موله میتون برعکسش دیگه، پی اچ رو میخوا عین این بود، این این تمرین است. نگاه کن، اگر پی اچی از الای 2.12 باشه چند گرم در 100 میلیتر آب حل شده. مثلا دیگه مثلا پی اچ نهاییشو اینجا من دادم، اونجا قصه گفته. خب سوال شماره 89، آخرین سوال این قسمت، میگه مقداری N2O5 را در 100 میلیلیتر آب مقطر وارد کرده و حجم محلول اسیدی را به نیم، پی اچ محلول حاصل اون نیمه 3.15 باشه، مقدار N2O5 چقدر؟ باز ما واکنش اکسیده، ببین تجربی خارج 1401، ببین ما تو خارج کشور ریاضی و تجربی دارم یه دونه اکسید نافلزی میبینم N2O5 صفحه 16 کتاب درسی، یه دونه اکسید فلزی میبینم ریاضی خارج 1401. پس این روند حل رو یاد بگیرید، بدونید داستان چیه. خب ما پی اچ نهایی رو داریم، از پی اچ نهایی میریم به هاش مثبت و مول هاش مثبت. پی اچ نهایی 3.15، هاش مثبت میشه 10 به توان منفی 3.15.
ببین اینو میتونن بهتون ندن. چرا؟ چون گرد کنی بالا زبر ده به توان 85 این لوگ معروفیه، یعنی میشه 7 زبر ده به توان منفی 4. غلظت هاشم مثبتمون شد 7 زبر ده به توان منفی 4. حالا من اینجا باید رابطه N2 و 5 رو بنویسم با مول هاشم مثبت. باز اینجا به من معادله نداده. من اینجا یه 7 ضرب بر 10 به توان منفی 4 دارم، ضرب داره. اینجا هم که گرم اینو میخواد، x تقسیم بر جای مولی 108. فقط اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه، این رو ببینی داستان اینه، نگاه کن. میگه ما یه مقداری N2 و 5 رو تو 100 میلی لیتر آب حل میکنیم. تو یه مقداری N2 و 5 بعد میایم بهش آب اضافه میکنیم. میشه 500 میلی لیتر. طبیعتا اون مقدار N2 و 5 فرقی نمیکنه. یعنی اینجا این مول N2 و 5 این با اونجا فرقی نمیکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی ببین شما الان اینجا یه مول هاش مثبتی داری دیگه، که مول هاش مثبت به واسطه N2 و 5. این مول هاش مثبت با این مول هاش مثبت با هم دیگه برابره. چطور آب اضافه میکنی؟ حالا هاش مثبت آبم که در نظر نمیگیریم. پس عملا من اگر اینجا دارم 7 ضرب بر 10 به توان منفی 4، چون مولار در اون نیم لیتر است، من اینجا باید ضرب بر چی بکنم؟ ضرب بر نیم کنم که بتونم مول هاش مثبت تو اون 500 میلی لیتر به دست بیارم، که با اون مولش با اون مول اولیش هم برابره. ببین متوجه حواست باشه، اینجا مولار هاش مثبت با مولار هاش مثبت برابر نیستا. برای همین چون اینجا شما الان مولار رو داری 7 ضرب بر 10 به توان منفی 4، اینو میای داری ضرب میکنی، میشه مول هاش مثبت که از تساوی مول میری. ببین این سوال 89 یه جورایی میشه گفتش که برعکس این سوال است. نگاه کن سوال 83، وقتی من یه حجم دارم یه ذره ازش ور میدارم، چون غلظتاشون برابره، من سوالو با غلظت برم حل کنم برام راحت تره. اما سوالایی که من یه مقدار دارم آب اضافه میکنم، به اونجا اصلا ما یه حجم میداریم یه چیز ازش داریم ور میداریم، اینجا یه چیزی من دارم آب اضافه میکنم، من با مول حل کنم بهتره. یعنی یه ذره بعد اینجا مفهومو درگیر کنید. البته باز من تو محلول اینو توضیح خواهم داد، ولی همین الان بفهمید کلا ما دو حالت داریم تو محلول، دو تا بازی داریم. یه محلول درست میکنی، یه لیوان ازش ور میداری بدون غلظتشون با هم برابره. یه محلول اول یه مقدار حل شونده میریزی، آب اضافه میکنی. تو این حالت اون مول حل شونده با مول حل شونده هر تا آب اضافه کردی برابره. یعنی من اینجا الان کافیه فکر کنم که من غلظت هاش مثبتم در اون 500 میلی لیتر 7 ضرب بر 10 به توان منفی 4، حجمشون 500 میلی لیتر، مول هاش مثبت اون تو حساب میکنم، این مول هاش مثبت با مول هاش مثبت تو 100 میلی لیتر برابره، چون من N2 و 5 رو تو 100 میلی لیتر ریختم. پس اینجا من ضرب بر نیم بعد میکردم. حالا اینجا x من میشه چی؟ میشه 108 ضرب در 7 تقسیم بر 4. 5 هم نوشتم یه دوم دیگه. این به 2 میشه 2، این به 2 میشه 54، این به 2 میشه 27، میشه 189. ولی بی ممیز بی صفر نمیتونی بری، یعنی همینو بری همینو داری. خب حالا اینجا بریم تو سراغ اعشاره. ببین من 108 رو که نوشتم، 7 رو که نوشتم، 2 هم نوشتم، نیمه واقعا یه دومه، نیمه واقعا یه دومه. یه 10 به توان منفی 4 اینجا دارم، و البته تهش هم چی به من گفته؟ تهش هم به من گفته میلی گرم. پس من این ضرب بر 10 به توان مثبت 3 بعد بکنم که این بشه 10 به توان منفی 1، جواب گزینه شماره چند بشه؟ جواب گزینه شماره 3 بشه. خب ما این بخش اول مسائل پیش تموم میشه برامون، میرسیم سر ثابت یونش. ثابت یونش هم نسبتا بخش مهمیه که بریم سراغش.